به انگلیسی به اسلاب خوردن بسیار خوش اومدید در خدمت شما این با یک کلیپ آموزشی دیگه و در این درس میخوایم تفاوت بین انتایم و آن تایم رو با هم چک بکنیم ببینیم که چقدر فرق دارن واقعا کی فکرشو میکرد این تایم با آن تایم فرق داشته باشه آن تایم اشاره داره به زمانی که انتظار میرفته شما یه کاری رو سر وقت انجام بدید یعنی نه دیر نه زود آن تایم یعنی چه جوری یعنی آن تایم دیگه مثلا میگن فلانی آن تایمه پسر خوبیه دختر خوبیه آن تایمه خب حالا یه نکته باید توجه بکنید آن تایم مخالف و متضاد چیه؟ متضاد لیت لیت یعنی دیر و آن تایم یعنی به موقع یکی از ویژگی های انسان های با شخصیت با کلاس با پرستیژ همینه که آن تایمن هن. دیر نمیکنن مردم و سرکار کار وقت مردم رو نمیگیرن آفرین با اون کسی که آن تایمه حالا بریم چند تا مثال رو با هم چک بکنیم ببینیم که اوضاع بر چه قراره The 11:45 train left on time. The 11:45 train left on time. The 11:45 train یعنی قطار 1145 قطاری که ساعت 1145 حرکت میکنه left left گذشته leave یعنی ترک کردن جایی on time یعنی به موقع نه زودتر نه دیرتر به موقع حرکت کرده و استیشن رو ترک کرده پس اینجا میبینید که آن تایم به معنی به موقع است The 11.45 train left on time تکرار کن تکرار کن زبونت راه بیفته ازولات زبانی و دهانیت رو به کار بگیر چجوری میخوای المپیک شرکت کنی در حالی که دو تا وزنه نزدی The 11.45 train left on time قطار 11.45 به موقع حرکت کرد The 11.45 train left on time The 11.45 train left on time. The trains usually arrive on time. The trains usually arrive on time. The trains قطارها اون قطارهای خاصی که داریم در موردشون صحبت میکنیم مثلا قطار کرج به تهران The trains قطارها usually معمولا arrive میرسند on time در لحظه یا به موقع میرسن خب خدا رو شکر قطارها هم تاخیر ندارن جمله‌مون چیه اینه در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار ب‌کنی تا خوب یاد بگیرید the trains usually arrive on time قطارها معمولاً به موقع میرسند the trains usually arrive on time the trains usually arrive on time حالا بپردازیم به این تایم معنی این تایم و کاربردش جاییه که شما اون کاری که قرار انجام بدید یا اون کاری که قرار اتفاق بیفته کمی زودتر از اون موعدی که قرار بوده انجام میشه پس این تایم یعنی کمی زودتر از آن تایم آن تایم یعنی دقیقا به موقع این تایم یعنی زودتر تلفظش هم دقت بکنید نمیگم این تایم این تایم این این بین ای و ا in تایم این in in time یعنی کمی زودتر از موعد حالا مثال ها رو با هم چک کنیم will you be home in time for dinner will you be home in time for dinner will you be آیا شما خواهی بود home خانه in time کمی زودتر کمی زودتر از چی for dinner Dinner, یعنی شام مابان داره ازت تقاضا میکنه معدبانه will you be home in time for dinner میشه کمی زودتر برای شام خونه باشی چقدر معدبان است چقدر با کلاسه عجب مامانای با کلاسی داریم will you be home in time for dinner میشه کمی زودتر برای شام خونه باشی حالا اینو مامانت نمیگه اینو همسرت بهت میگه جرأت داری مگه نیم ساعت یه ساعت زودتر خونه نباشی شما از همسرتون میترسید نه کسی که ظرفا رو شسته جارو برقه کشیده بچه رو خوابونده خونه رو دستمال کشیده که از همسرش نمیترسه اون آقایی باید از خانمش بترسه که این کارها رو انجام نداده پس ما هیچ ترسی نداریم هیچ حراسی نداریم چون همه کارها رو انجام دادیم Will you be home in time for dinner? تکرار کن تکرار کن این کاربرد داره دخترا تکرار کنید برای زندگی آیندهتون به دردتون میخوره Will you be home in time for dinner? آیا میشه کمی زودتر برای شام خونه باشی؟ اونم میگه ای به چشم نیم ساعت زودتر میاد کارا رو میکنه غذا رو آماده میکنه برات Will you be home in time for dinner? Will you be home in time for dinner? We arrived in time for the flight to Canada. We arrived in time for the flight to Canada. We arrived ما رسیدیم in time کمی زودتر for the flight برای اون پروازه to Canada. We arrived in time for the flight to Canada. ما کمی زودتر برای پرواز به کانادا رسیدیم. خب پس اینجا هم دارید میبینید که in time اشاره داره به کاری که زودتر از موعد انجام شده. We arrived in time for the flight to Canada. ببینم که این مثال ها رو در قسمت کامنت دارید مینویسید دارید تمرین میکنید کنید آ. باید تمرین کنید راهی نداری شما فکر کردی با روش دکتر فلان کس و بهمان کس که میخواد جیب تو رو خالی کنه انگلیسی یاد میگیری نه عزیز دارم انگلیسی قرص نداره شربت نداره خوشبختانه باید براش زمان بذاری جملمون اینه در قسمت کامنت بنویس با صدای رسا تکرار کن صدات برسه تورنتو We arrived in time for the flight to Canada ما کمی زودتر برای پرواز به کانادا رسیدیم. We arrived in time for the flight to Canada. We arrived in time for the flight to Canada. حالا یه موضوع برای اینکه این تفاوت در ذهنتون حک بشه اینکه شما سر قرارهاتون و دعوتها و میهمانیها آن تایم باشید نشونه شخصیت، ادب، فرهنگ، مرام و تربیت شماست اما خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده فرض کنید که یک جای آتیش گرفته شما آرزو میکنید که آتش نشانها این تایم به اون اتفاق برسن و بتونن کاری بکنن یعنی زودتر از موعد، زودتر از موعدی که شما انت... دارید پس سر قرار باشید آن تایم باشید امیدواریم که آتش نشانی کی برسه ان تایم قبل از موعد حالا یه مثال دیگر رو با هم کار بکنیم ببینیم دنیا دست کیه The bus was late this morning but it's usually on time The bus was late this morning, but it's usually on time. The bus, اون اتوبوسه که هر روز سوارش می شدم. چرا؟ چون تو می دونی منم می دونم کدوم اتوبوسه. پس از THE استفاده کردم. Was late. دیر کرد. This morning, امروز صبح. بابا دیر اومدم به خاطر این بود که The bus was late. اتوبوس تاخیر داشت. اتوبوس دیر کرد. But, اما... It's usually on time. معمولاً به موقع میرسه به موقع سر وقت میرسه but the bus was late this morning امروز صبح تاخیر داشت ما رو سر کار گذاشت و شرمنده شما شدیم مثال من چیه جمله چیه در قسمت کامنت بنویس با صدای رسا تکرار کن the bus was late this morning but it's usually on time اتوبوس امروز صبح تاخیر داشت اما معمولا به موقع است. The bus was late this morning, but it's usually on time. The bus was late this morning, but it's usually on time I hope the bus be in time this morning. I hope the bus be in time this morning. I hope امیدوارم the bus اون اتوبوسه, be in time سر وقت باش حتی یه مقدار زودتر. آه. در مثال قبلی گفتیم. It's usually on time معمولا آن time میرسه به موقع میرسه حالا امیدواریم که کمی زودتر برسه چرا؟ چون با میخوایم امروز یکم in time تر به محل کارمون برسیم به دانشگاهمون برسیم امیدواریم که in time باشه اتوبوس. چی میگیم؟ میگیم I hope the bus be in time this morning امیدوارم امروز اتوبوس کمی زودتر برسد I hope the bus be in time this morning I hope the bus be in time this morning. خب چقدر هم عالی تا اینجا رسیدیم. آیا معمولا شما آدم این تایمی هستید یا آدم آن تایمی هستید؟ یا اینکه نه خدای نکرده از اونایی که مردم رو سر کار میذارید. عزیز دلم قربون اون کله گنده و چشمای قلمبت برم. مردم رو سر کار نگذاشتی داری شخصیت خودتونشون میدی. پس سعی کنید این تایم باشید یا اگر براتون خیلی سخت بود دیگه نهایتا آن تایم باشید و تاخیر نداشته باشید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهیتون اگر تا الان توجه نکردید در قسمت کامنت مثالها رو ننوشتید خوب اشتباه کردید برگردید به ابتدای این کلیپ دوباره مثالها رو در قسمت کامنت بنویسید اعتماد به نفستون بره بالا و البته با صدای رسا تکرار بکنید حتما چند بار تکرار انجام بدید تا در ذهنتون هک بشه در حقیقت طبق این روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین کنید آرزوی تندرستی خورسندی و بهروزی براتون داریم در هر کجای این کره خاکی که هستید